با توجه به انبوه انتقادها از لیست پیشنهادی وزرا، آقای پزشکیان چطوری انتقادها رو نادیده میگیره و میگه این فهرست بر مبنای راهبرد تقویت همافزایی میان دولت و مجلس تهیه شده؟ نادیده گرفتن نظر مردم رو چطور میشه توضیح داد؟ بله، ببینید، بستگی داره که از چه منظری به این موضوع نگاه بکنیم. از زاویه پزشکیان در واقع اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده، همونطور از زاویه اون اکثریت مردمی که انتخابات رو تحریم کردند و معتقد بودند که بین نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان تفاوت بنیادینی وجود نداره و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی که قدرت رو در دست علی خامنه و حلقه نزدیک او از جمله فرماندهان سپاه متمرکز کرده، اساساً اجازه نمیده که فارغ از این که چه کسی به مقام ریاست دولت منصوب بشه تفاوتی ایجاد بشه. بنابراین بین مسئول پزشکیان و مثلا وحید جلیلی اساساً تفاوتی وجود نداره. اگر جلیلی هم در واقع در این مراسم رأی گیری به عنوان برنده معرفی میشد، قاعدتا ترکیبی که ارائه میکرد تفاوت ماهوی چندانی نداشت. کسانی مثل کاظمی که برادر وزیر رئیس سازمان اطلاعات سپاه هست، یا اسماعیل خطیب یا مؤمنی به عنوان وزیر کشور، خب کارنامه مشخصی دارن و مشخص هست که اینها به کدوم جناح سیاسی وابسته هستن. بنابراین فارغ از این که در واقع پزشکیان در این زمینه هرگز خودش قولی نداده بود و به صراحت گفته بود که ذوب در ولایت هست، مجری دستورات علی خامنه ایست، جدا از اون هر کسی که حتی به عنوان رئیس دولت اساسا اختیاراتی نداره، چه برسه به وزیرانی که در واقع کارگزارانی هستن که دستورات رو قرار هست اجرا بکنن. اون چیزی که مایه در واقع تعجب و انتقاد هست، اون طیفی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هستن که واقعا یقه پاره کردن و با تمام قوا به میدان آمدند برای اینکه صدای اکثریت ملت ایران رو خفه بکنند، اجازه ندن اون صدای تحریم به طور کامل شنیده بشه و با وعده های دروغین، با دروغگویی، با رویا فروشی این ذهنیت رو ایجاد کردند که گویی مسئول پزشکیان فردی است متفاوت با دیگر نامزدهای تایید صلاحیت شده. اونها هستن که باید در این موارد پاسخگو باشن، وگرنه پزشکیان بر همون منوال و مسیری داره حرکت میکنه که پیش از اعلام پیروزی او خودش به صراحت آنها رو مطرح کرد. خب آقای برزگر، با توضیحات شما و با توجه به سوابقی که اشاره کردی در رابطه با این وزرای پیشنهادی، کاملا معلومه که به هر حال اینها نمره پایینی در مردمداری دارن و در این میان پزشکیان هم خب به هر حال متهم شده که به جای جوانگرایی به پیرسالاری رو آورده. آیا ریشه این روی کرد که مسئولان جمهوری اسلامی مدیران جوان رو افراد کارنابلد معرفی میکنند ریشه در بی‌اعتمادی داره؟ آیا تفاوت نسلی رو میشه دید؟ جنبندی شما چی هست؟ کوتاه لطفاً. ببینید، واقعیت همین هستش که جمهوری اسلامی به دلیل ناکارآمدی، بی‌لیاقتی و فساد گسترده‌ای که تمامی شئون حکومت رو در بر گرفته، هرگز قادر نبوده که نیروی متخصصی رو تربیت بکنه که قادر باشن حتی مشکلات خود این حکومت رو برطرف بکنن. شعار علی خامنه ای برای مجلس‌های قبلی و همینطور دولت قبلی که ابراهیم رئیسی رئیس اون بود، در واقع دولت جوان متحد انقلابی بود، اما عملکرد فاجعه‌آمیز اون دولت هم نشون داد که این هم اتفاق نمی‌افته. در کنار این، ما با یک در واقع اولیگارشی بسیج فاسدی مواجه هستیم که حاضر نیست در واقع سهم قدرت رو واگذار بکنه. این از رأس قدرت که خود علی خامنه ای است که به صورت مادامون اون قدرت رو در اختیار داره، تا کسانی مثل جنتی که در دهه 90 عمر خودشون هستن و همچنان گلوگاه های مهم سیاسی رو در اختیار دارن، شروع میشه تا رده های مدیریتی پایین تر، یعنی کسانی که به هر حال سهمی از سفره انقلاب برای خودشون قائل هستن، حاضر نشستن از این سفره کناره بگیرن.